پرزیدنت بایدن در جریان سخنرانی در شهر تولسا در ایالت مرکزی اوکلاهاما به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام آمریکاییان آفریقایی تبار در آن شهر گفت فقط با اذعان به واقعیت میتوان به التیام دردها رسید. او بهبود عدالت نژادی در کشور را یکی از اولویت‌های دولتش عنوان کرد. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. پرزیدنت بایدن در جمع شهروندان شهر تولسا از جمله 3 تن از بازماندگان رخدادی که بیش از 300 تن کشته و 10,000 بی‌خانمان بر جای گذاشته بود گفت این واقعیت دردناک تاریخی دیگر مدفون نخواهد ماند. For much too long the history of what took place here was told in silence. به مدت بسیار طولانی وقایع اینجا در خاموشی و در لباس تاریکی روایت می شد. اما روایت وقایع به این گونه دلیلی بر عدم رخ داد آن نیست، چون تاریکی می تواند وقایع را پنهان کند اما نمی تواند آن را پاک کند. واقعیت هیچگاه محو نمی شود. برخی از بی‌عدالتی ها به قدری فجیع، وحشتناک و دردناک هستند که آنها را نمی شود مدفون کرد. مهم نیست چقدر سخت تلاش کنند، ولی شدنی نیست. فقط با بیان حقیقت میتوان به عدالت، شفاعت و ترمیم آنچه گذشت دست یافت. باید با واقعیت روبرو شد. سرآغاز ماجرا متهم شدن یک جوان 19 ساله سیاه‌پوست به تعرض به یک دختر 17 ساله سفیدپوست بود که نهایتاً به تخریب کامل منطقه گرین‌وود منجر شد که بخش مرفه نشین سیاه‌پوستان شهر تالسا بود. پرزیدنت بایدن در این اجتماع خواستار لحظه سکوت به احترام قربانیان قتل عام شد و سپس آن رخداد را قتل عام نامید. هموطنان آمریکای من، آنچه رخداد یک شورش نبود بلکه یک قتل عام بود. پرزیدنت بایدن گفت راه پیش رو طرد تنفر است. But you know what, Rev? I didn't realize hate's never defeated. It only hides. من نمی‌دانستم که نفرت هیچگاه مخور نمی‌شود بلکه پنهان می‌شود. تلاش می‌کند که حقیقت را نیز پنهان کند. نفرت با کمی اکسیژن توسط سردمدارانش دوباره جان می‌گیرد و از زیر سنگ بیرون می‌آید. مانند آنچه ما با آن مواجهیم، بلکه هیچگاه از بین نمی‌رود و بنابراین دوستان، ما نباید پناهگاهی به نفرت بدهیم. با گذشت یک قرن از آن قتل عام، آمریکاییان آفریقایی تبار همچنان مورد تبعیض قرار می‌گیرند. طبق آمارهای دولت فدرال، خانواده‌های سفیدپوست به طور میانگین 8 برابر ثروتمندتر از خانواده‌های سیاه‌پوست هستند. شکافی که در طی دوره همه‌گیری کرونا گسترش یافته است. پرزیدنت بایدن گام‌های برای کاهش این شکاف برداشته که از جمله می‌توان به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در محله‌های محروم، گسترش اعطای قراردادهای فدرال به مشاغل متعلق به اقلیت‌ها و رفع موانع برای دسترسی به خرید خانه اشاره کرد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.